خنده آینه خورشید ها. اخیراً گروه مزراب به سرپرستی حمید متبسم و خوانندگی سالار عقیلی در شهر دوسلدورف آلمان قسمت‌هایی از مجموعه زمزمه ها با اشعار محمد رضا شفیع کنکنی رو اجرا کردند. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان شبکه دویچه وله یا صدای آلمان که بسیار خوشحالم که با شما عزیزان از این طریق صحبت می‌کنم. امیدوارم که هر کجا هستید خوب و سلامت و خوش باشید. همونطور که میدونید الان در دوسلدورف آلمان هستیم و در واقع امشب کنسرتی داریم در تونهاله دوسلدورف به اتفاق گروه مزراب و آهنگسازی جناب آقای حمید متبسم، مجموعه زمزمه ها که بر روی اشعار آقای دکتر شفیع کتکنی هست رو اجرا کردیم و با آهنگسازی جناب آقای حمید متبسم. برگی از باغ سخن‌ها در بود. سالار عقیلی در این اجرا از تکنیک‌های مدرن آوازخوانی که معمولاً در موسیقی کلاسیک میشه سراغ گرفت استفاده کرد، اما آیا اون کار رو آگاهانه انجام میده یا اینکه سرچشمه این تکنیک‌ها در موسیقی سنتی ایران است؟ بله، همونطور که فرمودید این کار آگاهانه هست و چون اگر آگاهی نداشته باشید اصلا نمیشه این کار رو انجام داد. و چیزی که هست به حال مجموعه کارهایی من انجام دادم بر اساس موسیقی اصیل ایرانی که هر کدوم از اونها در یک سبک و سیاقی بوده، یکیش مثلا به یاد استاد بنان بوده، یکیش تصانیف خیلی قدیمی بوده که اینها رو ما دوباره بازسازی کردیم و اجرا کردیم و یه سری کارها هم نو بوده. و من اکثر کارهایی رو که انجام دادم در واقع با آقای حمید متبسم، اینها یک تم جدیدتری نسبت به آثار در واقع قدما و گذشتگان داشته. خندت آینه خورشید هاست، در نگاهت صد هزار آهور هاست، میوه شیرین تر از تو کی دهد باغ سبز عشق کوبی منتها. سالار عقیلی خواننده موسیقی سنتی ایرانی است. او که در اجرای اخیر خود از تکنیک‌های آوازخوانی موسیقی کلاسیک نیز بهره برد، آیا نگاهی هم به موسیقی کلاسیک داشته است؟ درسته، من موسیقی کلاسیک کار نکردم، اما خیلی علاقه به چند آوازخوان کلاسیک داشتم از قبیل پاواروتی و بوچلی. این دو نفر رو خیلی گوش میدم، به خصوص پاواروتی رو خیلی دوست داشتم و دوست دارم. و اگر بخوام تقلیدی بکنم سعی میکنم از پاواروتی تقلید بکنم در موسیقی کلاسیک. ولی شما این تکنیکایی که میفرمایید، چون من ردیف رو کامل کار کردم، چند دور هم دوره کردم، ردیفای آوازی خودش یک تکنیک‌هایی داخلش هست. یعنی شما اگر ردیف‌ها رو کار بکنید، چه در ساز چه در آواز، یه سری تکنیک‌هایی در ردیف مستتره که ناخودآگاه شما اونها رو کسب می‌کنید و یاد می‌گیرید. این هستش که من چون ردیف رو چند بار، یکی دو تا ردیف رو کار کردم، ردیف‌های دوامی رو کامل کار کردم، یه بخشی از ردیف‌های طاهرزاده رو کار کردم، اینها ناخودآگاه توی در واقع صدای من شکل گرفته، این تکنیک هایی که می فرمایید.
کمتر از تو کی دهد کی دهد، میوه ای شیرین تر از تو کی دهد کی دهد، باغ سبز عشق کو بی منتهاست بی منتهاست. در سکوتم اژدهایی خفته است، در سکوتم اژدهایی خفته است، که دهانش دوزخ این لحظه هاست. گروه مضراب در اجرای اخیر خود در شهر دوسلدورف از سازهای کششی استفاده نکرد. به جای اون از تنوع صداسازی سازهای مضرابی همچون تار، ستار و عود و ترکیب اونها با سازهای کوبه‌ای استفاده شد. ترکیب این صداها ویژگی کار حمید متبسم از آهنگسازان مطرح موسیقی سنتی ایران است. خب درود بر شما، خیلی ممنون که این فرصت هم به من دادید که چند کلامی صحبت بکنم. این که گروه ایرانی میبایستی حتما سازهایی که شامل موسیقی ایران میشن در درونش باشه، در واقع یک کلیشه است و چون سابقه گروه نوازی در موسیقی ایران بسیار کوتاه و تاریخچه‌اش خیلی ضعیفه. در واقع اینکه ما تو همه گروه ها از گذشته مثلا نی داشتیم، کمانچه داشتیم، تار داشتیم، به هر حال سازهایی که غالب هستن در موسیقی ایران جمع بودن توش، در واقع نمیتونه دلیل محکمی باشه برای اینکه ما گروه نوازی رو همیشه بر اساس یه همچین گروهی در نظر بگیریم. در موسیقی غرب هم همینطور مرسوم هست که یک موقع آهنگساز یه قطعه می‌نویسه برای یک ارکستری به نام سمفونیک که شامل همه سازهای مختلف بادی از انواع چوبی، برنجی و سازهای آرشه‌ای در اندازه‌های مختلف میشه و سازهای کوبه‌ای همینطور، ولی همون آهنگساز هم می‌بینید که قطعه می‌نویسه برای یک ساز یا دو ساز تحت عنوان سولو یا دوئت یا تریو برای سه ساز یا کوارتت برای چهار ساز، کوینتت برای پنج ساز و انواع کوارتت، انواع تریو، مثلا کوارتت زهی، کوارتت بادی برنجی، کوارتت بادی چوبی. این در واقع تو موسیقی ما هم باید آرام آرام رسم بشه و چون هر کدوم این سازها شخصیت و کیفیت‌های خودشونو دارن و صدادهی خودشونو، و اگر با این نگاه آهنگسازی بشه برای سازهای ایرانی، دو ساز هم میتونن یک گروه باشن در واقع و الزاماً دو تا ساز نباید حتما یک کششی باشه یک مضرابی، میتونه دو تا مضرابی باشه یا دو تا کششی باشه یک کششی یک مضرابی باشه. و اینا در واقع تجربیاتی است که چون در موسیقی ما نشده به نظر بسیار جدید و بدیع میاد. هرچند قطعه های اجرا شده توسط گروه مضراب در دستگاه های مختلف همچون شور و ماهور بودند، اما این قطعه ها با هم از لحاظ ملودی مرتبط بودند.
اساسا خیلی دوست دارم که اگر مجموعه یک اثر، حالا اگر 5 دقیقه است، نه 50 دقیقه است یا بیشتر و کمتر، ارتباط عاطفیش با هم دیگه حفظ بشه، یعنی تمام قطعات مربوط به هم باشن. در کلن در آثار گذشته منم اگر یک مروری بکنید، من کمتر قطعاتی رو بغل هم کولاژ میکنم در واقع، و سعی میکنم که یه ارتباط عاطفی بین عاطفی و تکنیکی حتی بین قطعات از ابتدا تا پایان باشه. این مجموعه اشعار زمزمه ها تحت همین عنوان عاشقانه های استاد کتکنی هستند که خیلی به نظر من رنگ بوی خصوصی دارن و شاید کمتر بهش توجه شده به همین دلیل که خیلی شخصی است، چون یک عاشقی با معشوقی صحبت میکنه که از موقع، یعنی توی این اشعار، توی هر مصرع و هر بیتش آدم میبینه که از انگام آشنایی است تا زمانی که سالهاست با همدیگه این دو نفر به هر حال عاشق و معشوق زندگی کردن. وقتی میگه در نگاه من بهارانی هنوز، اون هنوز به این معناست که از اون موقع هنوز همون احساس رو بهت دارم، یعنی هیچ تغییری نکردی. یا وقتی میگه عمر از کف رایگانی میرود، کودکی رفت و جوانی میرود، تا اون اولش که میگه خندت آینه خورشید هاست، در نگاهت 100,000 آهو رهاست، اینا در واقع مفاهیمی است که این قضیه رو خیلی به نظر من خصوصی میکنه، و این خصوصی بودنش خیلی برای من جذاب بود که این اشعار در واقع کلامی است که از دل یک عاشقی خیلی شخصی بلند شده و گفته شده.